به کاندان خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس. شمارش معکوس برای رسیدن به یک رنسانس ایرانی، رنسانس ایرانی برای نسل آینده ایرانی، برای نسل آینده شیک ایرانی. بازم تکرار میکنم، این نسل شیک باید هر چه زودتر از این متریکس خمینیز عبور کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در یک عصر پسا فرهنگی زندگی میکنیم، در یک عصر پسا مدرنیزم. نه، پسا مدرنیزم رو بندازید تو زباله. پسا فرهنگی، نه آنی که آقای سید حسین نصر ابراز دلواپسی کردن، نه فرهنگ دیجیتالی که به گفته ایشون داره تمامی ایمانها، عرفانها و سنتها رو از میان میبره. نه، اون برای گلوبالیزه شدنه. حتی در مورد آقای مصباح یزدی نیست که دونکیشوت‌وار میخواهد تابوی آزادی رو بشکند. حتما میاد به سراغ مجسمه آزادی آمریکا، چرا که معتقد آزادی آمریکایی است. چقدر باید شما کودن باشید که باور کنید آزادی آمریکایی است. آمریکایی‌ها خودشون این رو در واقع از اروپا به ارمغان گرفتن. اما نکته مهمتر برای نسل آینده ما، این رنسانس ایرانی رو آغاز کنید. رنسانس انقلاب نیست، جنبش نیست، انقلاب نوزایی اندیشه است، تفکره. عبور کنید، چرا که با خطر مهمتری روبرو هستید. گوش نکنید که بعضی از این آقایون در سایت دیپلماسی ایران نوشته بودن آقای ظریف، این مرد خندان، کمدین خندان دیپلماسی ایران، رنسانس دیپلماتیک کرده. کدوم رنسانس؟ این ماکیاولیزمه، این مصلحت گراییه، این سازشه. کدوم رنسانس؟ شما از زبون بودن، حقیر بودن تن دادید به سازش. اوکی، این دیپلماسی رو قبول دارید برای خودتون، اما این رنسانس نیست. رنسانس یعنی یک اندیشه نو، تفکر نو. ما در واقع در عصر حجر فرهنگی زندگی میکنیم و دنیا به سرعت به عصری میرسه که حتی کنجیت فاکتور ما رو غافلگیر خواهد کرد، حتی نسل آینده رو هم شک زده خواهد کرد. نگاه کنید به این ویدیو. مهم نیست بحث چیه. بسیاری گفتن این برنامه و به اصطلاح این جایزه به مناسبت این بود میخواستن به آقای پوتین تو دهنی بزنن، به رهبرانی که به اصطلاح بعضی قوانینشون با قوانین نوین جهانی نمیخوره. اما مسئله مهمتر برای نسل آینده است. نسل آینده در فقط در اون پیله نیو ورلد اوردر نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه، به خاطر اینکه یک فرهنگ دیگری میآید، فرهنگی پسا فرهنگی. حالا برید و بشینید مطالعه کنید ببینید چه پیش خواهد آمد. ما احتیاج به یک رنسانس فکری داریم در ایران. ما در این متریک 35 سال هست دفن شدیم. شما نگاه کنید، تکرار و تکرار. بنابراین اجازه بدید حالا بریم و بیاند نیوز ببینیم واقعا این نیو ورلد اوردر اون چگونه است، اون بازیای سیاسی چگونه است. فرهنگیش کار دشوارتری است، فرهنگیش به یک به اصطلاح نوزایی احتیاج هست. حالا بریم ببینیم دنیای سیاست چگونه است، دنیای پس از خبر. در 2009 وقتی آقای اوباما انتخابات آمریکا رو صاحب شد و به عنوان به اصطلاح جواز اجاره نشینی کاخ سفید رو گرفت، اینجوری باید بگیم، شما یک اجاره نشینی دارید در کاخ سفید که در واقع عنوان مرد اول دنیا رو هم به دوش میکشه. به محض اینکه آقای اوباما کلید رو به دست گرفت که وارد کاخ سپید بشه، دکتر هنری کیسینجر یک مقاله در واشنگتن پست نوشت. نوشت آقای اوباما، پرزیدنت اوباما، شما بایستی نظام نوین جهانی رو جا بیاندازی. حالا هیچ کس، شاید بسیاری در نیافتن این نظام نوین جهانی چیست، چرا که آنهایی که با کارها یا نحوه داکترین های دکتر کیسینجر آشنایی داشتن میدونستن زمانی که در زمان آقای نیکسون و فورد اومد، همیشه معتقد بود آمریکا باید مدیر به اصطلاح دنیا باشد، اما یک نوع هماهنگی با شوروی
چین، اروپا و ژاپن داشته باشیم. پنج قدرت جهانی رو در واقع مشترکاً در این بازی شرکت داده بود. این نظر آقای کیسینجر بود. اما بازی تغییر کرده. حالا دیوار فرو ریخته، دنیا یک بودیه در واقع، بیدر و پیکره، دیگه دو بلوک نیست، دیگه شوروی نیست، روسیه است. اما وقتی هم روسیه با پوتین وارد صحنه شد، آقای دکتر هنری کیسینجر با یک هیئتی رفت روسیه. دکتر کیسینجر بود، سمنان سناتور سابق که دو مسائل هسته‌ای بود، جیمز بیکر بود، جورج شولز گادفادر دست راستیا بود و رفتن آقای پوتین رو تحمیم کنن که نظام نوین جهانی چگونه است. و جالب این که آقای پوتین از اون پس همیشه هر اقدامی رو که کرده با کیسینجر مشورت کرده و برای همینم هم در این یکی دو هفته که دروازه بحران کریمه آغاز شده بود، همه از آقای کیسینجر میپرسیدن این پوتین کیست؟ شما که بیشتر از همه میشناسید. حتی در یک مصاحبه یک شنبه صبح ایشون گفت عنوان هیتلر رو به آقای پوتین ندید، ایشون تزارن، در برنامه فرید زکریا گفت. اما گوش کنید چگونه نظر میدن در مورد مسائل جهانی با آقای پوتین. Opening and closing ceremonies, trying to show Russia as a normal, progressive state. So it isn't possible that he, 3 days later, would voluntarily start an assault on Ukraine. There is no doubt that in so, his... So to explain, you're saying you don't think this was a plan. You think he reacted to events that he saw as spiraling out of his control. Yes. I think at all times, he wanted Ukraine in a subordinate position. And at all times, every senior Russian that I've ever met, including dissidents like Solzhenitsyn and Brodsky, looked at Ukraine as part of the Russian heritage. But I don't think he had planned to bring it to a head now. I think he had planned a more gradual situation. And this is sort of a response to what he conceived to be an emergency situation. Of course, to explain why he did it doesn't mean one approves annexing parts of another country or crossing borders. But I think we ought to settle the Ukraine issue first and then have a discussion about relations with Russia. هرگاه دکتر هنری کیسینجر صحبت میکنه دنیا بهش گوش میکنه اما نمیفهمه، همون گونه که یکی از همین شومنهای یا کمدینهای شبانه تلویزیونی یک بار گفت دکتر هنری کیسینجر سالی 2 میلیون دلار دستمزد میگیره که بیاد در تلویزیون نظر بده و هیچ کس نمیفهمه چی میگه. دکتر هنری کیسینجر در اینجا داشت در واقع به پاسخ میداد نه فقط به فرید زکریا در CNN بلکه به دنیا که برخلاف تصور شما پوتین زمانی که مسابقات سوچی رو برگزار میکرد از افتتاحیه تا اختتام ننشسته بود برنامه ریزی کنه که من به محض اینکه مسابقات سوچی مسابقات المپیک زمستانی تموم شد نیرو میفرستم و کریمه رو میگیرم. نه، ایشون عکس العمل نشون داد. عکس العملی که ایشون اشاره میکنه، اجازه بدید خیلی سریع بهتون اشاره کنم چون امروز سعی میکنیم سریع برنامه رو ببندیم تا 50 دقیقه. ببینید، هنری کیسینجر معتقده زمانی که دولت بوش و چینی این صد رو شکستن به بهانه گرجستان وارد دریای سیاه شدن، تن پوتین لرزید. چرا؟ آمریکا وارد حیات پشتی روسیه شده. حالا در اونجا مگر نگاه کنید دوباره اشاره میکنه شما وقتی میخواهید رژیم چنج در روسیه انجام بدید و در اونجا تظاهرات خیابانی را میندازید، حالا میخواد با اون خوانندگان راک زن پوسی کت ها به اصطلاح این کار رو بکنید، یا میخواهید توسط آقای گاسپاروف بکنید یا توسط کلیچنکوی بوکسر، به هر حال پوتین واکنش نشون میده. برای همینم ایشون معتقد بود که آقای پوتین ناخواسته این کار رو کرد. به نظر من آقای پوتین با مشورت این کار رو کرد و در واقع
دنیا به خاطر اینکه وارد یک جنگ جهانی سوم نشه و وارد اون فاز نظام نوین جهانی بشه، یا تو نره نظام نوین نوونی جهانی باشه، کریمه رو بخشیدن. حالا خبرهای دیگری رو سرتیتر کردن، به تدریج مسئله کریمه فراموش شد. همین جوری که امروز میبینید بسیاری معتقدن این نظام نوین جهانی در بحرانه. به سوریه نگاه کنید، هیچ کس راه حلی برای سوریه نداره. به روسیه و کریمه نگاه کنید، باز همه در تنگنا ایستادن. به خاورمیانه نگاه کنید. نکته مهم این است، آقای هنری کیسینجر میگفت نظام نوین جهانی متکی بر این اساسه، حالا قدرت ها کی باشن، فقط تروریستا و گروه های به اصطلاح انتحاری، جهادی، مذهبی، اینهایی که آفریقا، آسیا، خاورمیانه یا آمریکای لاتین رو به هم می‌ریزن، اینا در این چارچوب قرار نمی‌گیرن. بنابراین امروز اگر می‌بینید در آفریقا حوادثی اتفاق می‌افته و ناگهان یک گروهی پیدا میشه بوکو الحرام و بعد دخترکان رو میرو باید، اولا یک نقطه ای رو اینجا باز اشاره میکنم، بعد به این مسئله میپردازیم. اینها کی هستن؟ اینها رو کی ساخت؟ از کدوم کارگاه آلترناتیو سازی این آمدن؟ ببینید هر وقت دنیا خواسته در یک مرحله ترانزیشن یا انتقالی جابجایی پیدا کنه، نیروهای آنارشیست یا نیروهای ملیشیای جهادی در واقع وارد بازی میشن، یک نوع ناهنجاری و کابوس ایجاد میکنن و بعد قدرت‌های بزرگ بر اساس اون شرایط بازی‌های سهمی‌های خودشون انتخاب می‌کنن. امروز آفریقا معدن قرن 21مه. اینجوری نگاه کنید، یک گاف صندوق طبیعی است. ثروت‌ها در اونجاست. چین وارد شده، اروپا وارد شده، آمریکا می‌خواد در اونجا حضور پیدا کنه. خب چه کسی صاحب میشه؟ اون تمام به اصطلاح موزاییک رو چه کسانی باید صاحب بشن؟ دروازه رو باز کردن، قذافی رو انداختن، دروازه لیبی که باز شد، یعنی در خاور آفریقا باز شد. حالا چه کسی باید صاحب بشه؟ این گروه تروریستی به اصطلاح بوکو الحرام چیه؟ اجازه بدید، اتفاقا دیدم تونی عزیز یک قسمت رو انتخاب، اینو گوش کنید. اول نیجریه‌ای را به اسارت گرفت. آنها هرچه در راهشان قرار داشت را به آتش کشیدند. از نگاه این اسلامگرایان افراطی تحصیلات حرام است. بخش معدودی از دختران بیگناه موفق به فرار شدند. یکی از آنها میگوید فکر کردیم سرباز هستند و از ما خواستند سوار خودروهایشان شویم. من و دوستم موفق شدیم بیرون بپریم و به سوی خانه رهسپار شدیم. برخلاف هدف اولیه این مردان، آنها تنها نماد شرم و خجالت نیجریه ها، خصوصا زنان و دختران این کشور هستند. سرلسته آنها ابو کرشکو یکی از مردان خطرناک در نیجریه است. او میگوید اجازه دهید بگوییم که ما دختران را به اسارت برده ایم تا با مردان ازدواج کنند. ما مخالف تعلیم و تربیت غربی ها هستیم. باید از شر این روش تربیتی رهایی یافت. تکرار میکنم، دختران را برای ازدواج با مردانمان به اسارت برده ایم. گروه بوکو حرام در سال 2002 میلادی پایه‌هایش گذاشته شد. از سال 2009 به بعد جانی دوباره گرفت. ایدئولوژی گروه مخلوطی از اسلام افراطی، جادو، جنبل و سیاهگری‌های مشهور در قاره آفریقا است. گروهی متأثر از جهالت که تمرکز اصلش را در مبارزه علیه تحصیل دختران نوجوان بنا نهاده است. پایه‌گذار اصلی گروه این فرد محمد یوسف است. در یک کلمه هیچ کدوم باور نکنید، اینها از کارگاه های آلترناتیو سازی خارج میشن به خاطر منافع قدرت های بزرگ. آفریقا تا پیش از این بازی ها، اجازه بدید توضیح بدم، یک کلابی بود 1001. این کلاب رو پرنس برنارد و پرنس فیلیپ، همین پرنس فیلیپ همسر خانم ملکه الیزابت، اینها 1001 اسمش بود، کلاب 1001. این برنامه این بود، بسیاری از همین دیکتاتورهای آفریقا توش بودن، بس اون رئیس بانک بی بی سی آی بود، خیلی ها. این کلاب به بهانه این طرح کلایمت چینج، دفاع از طبیعت و به اصطلاح ابقای طبیعت واقعی، نجات کره زمین، تمام برنامه رو اجرا می کردن به خاطر اینکه بتونن
منافع شرکت‌های چند ملیتی رو در آفریقا به سود خودشون سهمیه بندی کنن.